قبلا تو مثلا توی گروهی مثل کروم کار میکردی و باهاشون بودی و و حالا تجربه های دیگه مجیدم فکر میکنم همینطور تعادل بود. مثلا آریان رو نمیدونم اونقدر قبلا چی کار میکرده، مثلا تو چه بندی بود و تقریبا اولین بندی که دیگه یکم حرفه‌ای تر بود و دیگه شروع کردیم ترک بیرون دادن همین جت پک. ولی یه سری تجربه های اینجوری داشتین، میخوام ببینم اون چیزی که اصولا یعنی یه تفکری داره ایجاد میشه که آدمایی که توی این موزیک جریان فرعی فعالیت میکنن کم کم تصمیم میگیرن که پروژه هایی تعریف کنن که همچنان فرعی باشن ولی درآمدزا هم باشه، مینستریم هم باشه، همه چی. بعد یه حالت یه اتفاقات عجیبی میفته توش. میخوام ببینم مثلا اون چه حسیه، اون چه چیزیه که آدمو به اونجا میبره، به اون سمت میبره و چه انتظاری نزد ذهنی وجود داره برای این پروژه ها. ببین خیلی فشار روی هنرمنده یا جریان فرعی زیاده، به خاطر اینکه خب دارن انرژی صرف میکنن، دارن سعی میکنن موزیک خوب تولید بکنن، وقت بذارن، وسواس به خرج بدن، متفاوت باشن، ولی اونقدری که لازمه دیده نمیشن. دیده نشدن به نظر من مهمترین عاملی که باعث میشه به این راه بیفتن. خب وقتی طرف میبینه که آقا من این همه زحمت کشیدم، این همه مثلا یاد گرفتم، چیزهای مختلف بلدم، ولی مثلا یه آدمی که شاید یک چهارم منم نمیدونه، یک پنجم منم نمیدونه، این الان عکسش روی بیلبورد هاست و چرا این فیر نیست. خب بعد به این نتیجه میرسن که آقا پس بیایم ما یه کاری بکنیم که یکم بیشتر دیده بشیم. بعد وارد یه پروسه ای میشن که خب حالا بیایم یه ذره پاپتر بشیم، یه ذره مثلا چیزتر کنیم و اکثر اوقات شکست میخوره. علتش هم اینه که خود واقعیشون دیگه نیستن. یعنی اون آدمی که عکسش رو بیلبورد است اگر موفق شده و اونجاست به خاطر اینکه هر چی هست تو هر لیول و سطحی هست خودشه، یعنی قبول داره اون چیزی که هست رو، ولی این آدمی برداشته یه مقدار از لیولش کم کرده، ارتفاعش کم کرده، اومده پایین، خودش هم در درونی از وجدانی داره، داره یه اثری تولید میکنه که من چون به انرژی اعتقاد دارم، آدم ها باید انرژیشون تو کار باشه، یه اثری تولید کرده که یه ذره از وجدان توشه، یه حال بد توشه، خودش نیست، نمیشه، در نمیاد آخرش. این اتفاق براشون میفته. و خب بحث پول خب خیلی مسئله مهمیه. وقتی درآمدزایی شما نمیتونی بکنی از اثرت، از موزیکت، از اجراها، فشار میاد دیگه. خب اگه یه ذره هم بخوای یعنی یه ذره همین بچه ها این تصمیم رو میگیرن، تهش بازم به پول نمیرسه اون پروژه ها. تو سراغ داری پروژه خب که سعی کرده مثلا اینجوریشه ولی پول در بیاره؟ نمیرسه، به خاطر اینکه میگم وقتی اینکه خودشون نیستن و خودشون لذت نمیبرن و یه جورایی این موزیک مال اینا نیست، نمیگیره. اصلا انگار همه چیز دست به دست هم میده که این اتفاق نیفته. چون من اینو تجربه کردم، من تو پروژه های دیگه سعی میکردم هی بیام موزیکا رو پاپتر بکنم، یه ذره مردم‌تر بکنم، نمیشد. انگار یه فنریه که جمعش میکنم یهو در میره، هی جمعش کنیم در میره. کاراکتر آدم ها خب خیلی مهمه دیگه. توی کروم هم همچین اتفاقی بود. همین فقط میخواستم همینو بدونم. آره همچین اتفاقی رو افتاده. این حس چون توش وجود داشت که حالا یه کاری کنیم که یه ذره پاپ راک باشه، یه ذره الکترونیک باشه، یه ذره